لطفا در صورت تمایل ویدئو رو لایک کنین و کامنت بذارین تا به بهتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس. سرانجام مدیرعامل اسبق بانک مرکزی یوسف خوشکیش که یکی از مدیران بانک ملی به حساب می اومد و قبل از انقلاب به مدیر کلی بانک مرکزی ایران نیز رسیده بود سهرگاه سپیددم 24 مرداد سال 59 به حکم دادگاه انقلاب تهران اعدام شد خبر اعدام او روز 25 مرداد 59 در روزنامه های وقت به چاپ رسید و گفته شد که او به جرم ایجاد تورم و شناور نکردن ارز حرام اعلام کردن معاملات ارزی از طریق قاچاقچیان و دلالان غیر مجاز و رعایت نکردن موازین اسلامی در اقتصاد مفسد فل ارز و مهارب با خدا و رسول خدا تشخیص داده شده و به اعدام محکوم شد. و اما مسئول اوضاع کنونی کیست؟ وقتی رئیس بانک مرکزی دوران پهلوی رو به خاطر چنین اتهاماتی ادام کردن، مقامات کنونی که به روشنی با ترک فعل و ممانعت از ورود واکسن به کشور کشتاری رو رقم زدن که تا ماها درگیر اون هستیم، مستحق چه مجازاتی هستند؟ در همین رابطه، مافیای چوب، آرت چوب جنگل های شمال توسط کارخانه پارس نوپان. نقل و انتقال دهها کامیون چوب در شمال کشور به مقصد کارخانه پارس نوپان در زمان تعطیلی سراسری قارت چوب جنگل های شمال هر روز حتی در زمان قرنطینه سراسری ادامه داره شبکه سازمان یافته قاچاق چوب به سرکردگی عوامل فاسد نظام جنایتکار جمهوری اسلامی پوشش جنگلی کشور را غارت کرده و منابع طبیعی رو به تاراج بردن و همچنین پاداشت یک میلیاردی پسر آقای مخبر اینکه یک دانشجوی پزشکی تازه فارغ و تحصیل شده با چه رزومه ای عضو هیئت مدیره هلدینگ سازمان بازنشستگی شهرداری شده به کنار این پزشک جوان در طول دو سال چه خدماتی در حوزه های بازرگانی و عمرانی و غیر انجام داده که در ازاش بهش 964 میلیون تومان پاداش دادن سجاد مخبر فرزند رئیس سابق ستاد اجرایی و معاون اول فعلی رئیس جمهور در سال 92 و چند ماه پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه عضویت هیئت مدیره شمسا هلدینگ صندوق بازنشستگی شهرداری تهران قالیباف میشه و طبق گزارش های بازرسی شهرداری در طول دو سال 964 میلیون تومان فقط پاداشت میگیره رفیق سجاد مخبر مصطفا منتظر المهدی مدیرعامل وقت سازمان بازنشستگی شهرداری هم با عضویت متعدد در هیئت مدیره های شرکت های زیر مجموعه یک میلیون و صد میلیارد تومان پاداشت و مزایا گرفته امروز و تو شرایطی که رزومه امثال سجاد مخبر از صرف فرزند مخبرها بودن فراتر رفته و مخبرها در رأس دولت و قالیباف ها در رأس مجلسی که شعن نظارت داره قرار گرفتن ضرورت رسد لحظه به لحظه موقعیت های تعارض منافع و سطح مدیریت هیئت مدیره و مناقصه ها و مزایده ها و پاداشت ها و حق جلسه ها در شرکت های دولتی بیش از پیش احساس میشه. با روحیه تعاملی که از جناب مخبر سراغ داریم باید خیلی نگران باشیم. و کاخ جدید آخون محسن قراعتی در کیاکولای بابل سر که برای ساخت اون چهار هکتار باغ رو خشکوندند. به این سه عکس با دقت بالایی نگاه کنید. مربوط به سال 1975 که آمریکا به اونها بورسیه تحصیلی داد. از راست زلمای خلیلزاده، شیر محمد عباس و اشرف غنی هستند. حالا از این تصادف عجیب تر. اولی سفیر آمریکا در افغانستان شد. دومی رئیس گروه طالبان شد و آخری رئیس جمهور افغانستان شد. دموکراتها پدر معنوی آخوندها در ایران و طالبان و القاعده در افغانستان هستند. اونها هیچگاه فرزندان خود را از بین نمیبرند. سقوط افغانستان دقیقا مشابه وضعیت سال 57 ایرانه منتهای مراتب این بار با توجه به تجربیات گذشته بسیار آرام و با سرعت بیشتر با کمترین خونریزی همراه بود همان به اصطلاح جنرال های چهار ستاره که به ناگهان از صحنه نبردها ناپدید شدند رهبری که از زندان آمریکایی ها یک شبه آزاد شد تا در قطر در منزلی با تمام امکانات مستقر بشه نفل و شاتوی افغان ها تخلیه سریع پایگاه ها در افغانستان و نابودی ساختمان های ارسال تجهیزات به صورت سریع و شبان روزی به پاکستان توسط امریکایی های ارتشی بزرگ و آموزش دیده ولیکن چهارچوب اون با میخی درست شده بود که به راحتی با درآوردن اون به یک شب منحل شد و در پایان همون شعارهای سال 57 همکنون از سوی طالبان مطرح میشه و به ظاهر همه چیز آرومه اما اگر مدتی بعد رهبر طالبان گفت خودعه کردم تعجب نکنید ذات اونها تغییر ناپذیره و به زودی در صورت اتفاق نیفتادن شرایط دیگر مأموریت اونها که همانا درگیر شدن ایران در اونه شروع خواهد شد. تا آخوندها بتونن با دشمنی جدید تا مدتی دیگه دووم بیارن کشتی دو پسر در مقابل پدر و در این مورد اگر خطا کنن نیروی هوایی افغان مستقر در ازبکستان و سربازان داخل دره پنشیر و مرز ایران ظرف یک هفته تا کابل پیش خواهند رفت. و شما برادر ارتشی منتظر کدام روز نشستی و سکوت اختیار کردی منتظرید که طالبان با چراغ سبز خامنه ای بیوطن وارد آب و خاکمون بشه و به سرزمین مادریمون تجاوز کنه چرا هیچکس کس عملی نشون نمیده الان وقت سکوت و کنارگیری از قدرت نیست شما ای که مسلح هستید باید از سرزمینمون دفاع کنید و نگذارید این بار ایران به اشغال وحشی های طالبان در بیاد. اول از همه باید مراکز فرماندهی طالبان را در داخل ایران مورد هدف قرار بدیم و هم پیمانان طالبان را در داخل نابود کنیم مطمئن باشید ملت هم پشت شما هستن. ملت بدون پشتوانه شما کاری نمیتونه انجام بده. برادر سپاهی الان نباید رو در روی ارتش و نیروهای انتظامی بیستی. اگر دیر به جنبیم طالبان در گوشه گوشه کشورمون لانه خواهد گزید. پس به هوش باشیم و از این خیانت جمهوری اسلامی حمایت نکنیم. مسئولان رأس کار ایرانی نیستن و دلشون به حال ایران و ایرانی نمی سوزه. با اتحاد باید تمام این عراضر رو از کشورمون بیرون کنیم. 43 سال بردگی کافیه. با هر ثانیه سکوت و تفاوتی به وضعیتی می رسیم که دیگه توان رویارویی با این جلادان و دیوستفتان رو نخواهیم داشت. همین الان که نگران جنایت های طالبان وحشی در افغانستان هستیم خامنه ای با فاصله ای باور نکردنی گوی سبقت در آدم کشی رو از طالبان رو بوده کرونا با پشتیبانی خامنه ای در ایران جولان میده خامنه ای به خون کمتر از دو هزار جنازه در روز قانع نیست هر کسی که کرونا گرفته باشه از جاکنده شدن قلبش رو درک کرده احساس میکنی قلبت برعکس میزنه نمیتونی به سادگی نفس بکشی دوست داری اما نمیتونی این نوع جدید داره نوزادان رو شدید میکشه اگر یزید زمانه گذاشته بود واکسن وارد بشه و عراجیف نمیگفت و چرندیاد نمیبافت مادران جوان زنده بودن نوزادان با اون قلب کوچیکشون پرپر نمیشدن قربانی کدام جهالت و رضالت و قصاوت و سودجویی شدیم آرزوی مرگ براشون نمی کنیم که برای محاکمه نیازشون داریم و باید فهمیده بشه چگونه یک نفر اینقدر قسی قلب میتونه باشه کاش قدری خجالت میکشید یا شرم میکرد کدام خدا را میپرستند کدام امام را نمایندن کدام دین و مذهب را دارند برای هفتاد دو, دو تن عمری بر سر میزنند و برای سرداری کودکش کش چنین میگریند 400 هزار کشته ای ایرانی ارزش اشک نداشت ارزش غلط کردن نداشت ننگتان باد و قیهتر و سنگ دلتر از زهاکلی و فرقه تبهکار زمین به خود ندیده و پست شاهزاده رضا پهلوی در اینستاگرام این پادشاهی بود که دیکتاتور مینامیدنش کدام دیکتاتوری جرأت داشت این چنین بدون حفاظ در میان مردمش باشه و مردمش چنان که انگار دوست دبستانی هستند او را در بر بگیرند میدانست که تروریست های و مزدوران آخوندها همه جا برای کشتنش در کمینند اما او ترجیح میداد به مردم کشورش اعتماد کنه و هرگز میان خود و مردمش که چون فرزندانش دوستشان داشت حائلی قائل نبود با این حال دشمنانش او را دیکتاتور و آخوند روزخانی را که حتی در خلوت هم دهها محافظ داشت آزادی خواه و مردمی میخواندم روحش شاد و یادش تا ابد گرامی نام اثر رقص آخر خیابان پهلوی دی ماه 1357 پس از خروج شاهنشاه از کشور لطفا در صورت تمایل ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین تا به بهتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس.